سلام دوستان عزیز، به ظهرتون بخیر. خوش آمدین به برنامه آشپزی امروز. آرزو دارم که همتون دارای صحت کامل باشین. قسمی که به شیران دیروز گفته بودم، امروز براتون میخوام یک ترشی بسیار خوشمزه آماده بسازم که بعضی خواهر ما تماس گرفته بودن، گفتن که راجع به آماده ساختن ترشی بعضی نکات است که اونا نمیدونن، میخواین که یاد بگیرن. امروز میتونین برنامه تماشا بکنین، ای که ترشی میخواین بر زمستان جور بکنین، دو سایز میتونین یاد بگیرین. در ضمن از این فراموش نکنین که راجع به یک میوه خوش که بسیار خوشمزه هم براتون معلومات آماده کردیم که چهار مغز است. همه گی خوش دارن، پس خوب است بفهمیم که داره کدام فواید است. امیج یک کاسه کلان پیشوری و شیرجان ماندگی است. یک فکر کنیم یک 2 کیلو مرچ تازه را پوست میکنن. ترشی مرچ میپرتین یا ترشی دیگه سبزی ها؟ اولش یک سلام خدمت شما عزیزا، و دومش هم امروز هم نوبت ترشی است، هم نوبت چتنی. اینی شب ما نگفته بودن که چتنی جور میکنین بشیر جان. خب چتنی هم خوب است، بعضیا اشتها نمی داشته باشن، میگن که باید یک چیز تند در کنار غذایشان باشه، میتونن که از این استفاده بکنن. من فکر کردم که حتما نمی دوستای کامرامان زیاد آزار دادم، میخوای که براشون یک چیز تند جور کنی. خب امروز واقعا که تند هم است و مزه‌دار هم است، ترش هم است. خب ترشی و تندی در فصل زمستان و هوای سرد املا با خضار زیادتر مزه‌دار می باشه. خب امروز ما قسمی که وعده هم داده بودم که باید بر دوستان آماده بسازیم، نوبت عزیز که امروز برشان از این ترشی مزه‌دار، از این چتنی مزه‌دار آماده بسازیم. بسیار خوب. مزه‌دارش البته مزه‌داری که از تندیش مزه‌دار میگیم، از شیرینیش نه. اما بشه جان شیرینی نیست امروز، تندی و ترشی. از دوستان عزیز فراموش نکنین که ترشی میخوان امروز آماده بسازن. خب گلپی ما میبینم در زمین عزیز، زردک و بعضی سبزی های دیگه هستن. حالا میشه که به طور مختصر می ترسیش هم دبان برنامه خواد گفتین، اما مواد لازم بر دوستا بگوین. خب دوستای عزیز، مواد یکی که بر شما میگم، شما دوستام یک یک یادداشت کنید، به خاطر که تا بتونید خوبتر شما هم در خانه آماده بسازید. بعضی سبزیجاتی که من استفاده میکنم، شما میتونه که کمی تخیراتش بتی و سبزیجات بکنن دیگه، سبزی ها اضافه هم کنه. خب موادی که ضرورت داریم: زردک، بادنجان رومی، بادرنگ، سرکه، گلپی، کرم سرخ و سفید، اینمی قسمتک اوریان پد شده، اوری گشنیز، و یک کاسام مرچ سبز تازه که واقعا مزه دار است. تند است بسیار. مزه دار گفتم من. شاید دوستا بگین مرچ تند قدر مزه دار میگه شیرینی و چیزا مزه دار. اما بشیر جان، بعضی هستن که این مزه را در تندی و شیرینی و امیگ پا میافن، بخاطر از اینکه همون یک مزه های خاصی است که میتونیم در سر غذا استفاده بکنیم. بله بله، واقعا که با می شکل است. خب شروع میکنیم امروز با آماده ساختنش. پیش از اینکه برنامه شروع شم، ما رو به هدیه رو فراموش کردین که بر دوستا بگوین، از زیرو به هدیه در ترشی اضافه میشه یا خیر؟ نه بیشتر جان، به خاطر اینکه رنگ سرخ داره، اون مزی خاص خود رو بعد هدیه رو نمیخوایم که در ترشی استفاده کنم، چرا که باید که اون مزی خاص از او همراه با غذای لذیذ آماده شود. این ترشی که میشه باید به می شکل آماده شود. خب پیش از اینکه برنامه شروع شد دوستا عزیز، مرچا قسمت های پایینش را گرفتیم، به خاطر که میخوایم امرا با ماشین بکشیمش، امرا با بعض سبزیجات دیگه که یک چتنی آماده میشه که یک خوشبوی خاص داره. یعنی وقتی که ما داخل مرتبان پرش میکنیم، برای یک روز دو روز میمانیم، بعد از دو روز باز سرپوش رو باز کنیم، یک خوشبوی خاص چتنی خودش میداشته باشه. و اوریده هم به شکل امروز آماده میسازیم که اگر امروز آماده بسازیم برای شو و حتی برای چاشت میتونیم خوبتر از استفاده کنیم، یعنی زود میرسه. خب آماده ساختنش هم آسان است و این قسمت یک دیگه ماندیم، داخلش آب جوش است، آیسته آیسته جوش شده میره و ضرورت به چی داریم؟ یک کارت. خب بسیار خوب، اول میخواین که چرنی رو جور بکنین. خب رنگ مرچ شما سبز انتخاب کردین، بعضی هستن که رنگ سرخ مرچ انتخاب میکنن که یک رقم مو چتنی بسته رنگ سرخ هم داشته باشه. خب فرق میکند، بعضی کسایی هستن که علاقه دارن که هم از چتنی سرخ آماده بسازن، همراه با مرچ سرخ، همراه با بادنجان رومی سرخ که رنگ سرخ به خود داشته باشه. بعضی کسا میخواین میکس آماده بسازن که بادنجان رومی سبز و مرچ سرخ، و یا مرچ سبز بادنجان رومی سرخ. اگر خواستیم رنگاش تغییرات داده میتونیم، و نظر به شوق خلاقیم باشه، و اگر سبز باشه بهتر است. رنگ سبز هم یک رنگ بسیار خوب داره و میتونیم خوبتر هم استفاده کنیم. آبی که جوش است شروع میکنیم در ابتدا از نمک. خب داخل آب جوش نمک به خاطر چی میخواین اضافه بکنیم؟ به خاطر سبزیجات ایره که ما میخوایم نرم بکنیم یا بله. نرم بسازیم، به این خاطر باید که نمک اضافه کنیم تا مغز سبزی هم نمک دار باشه. خب اول وقتی میخوایم ترشی جور کنیم، اول سبزی ها رو میخوایم که جوش بدیم، بعد از او باز کم کم دیگه مراحل شپش میرین. بله. خب
نوبت زردک. در ابتدا شروع میکنیم از سبزیجاتی که زیاد سخت هستند. یعنی اول از زردک شروع میکنیم. زیادتر کسایی رو دیدیم که زیاد نرمی رو میسازن که داخل دیگ وقتی میخواستن استفاده کنن و یا همراه با ملاقه از سطل بگیرن داخل مرتبان پر کنن یا داخل کاسه اضافه کنن از پیششون میشاره. به خاطر زیاد نرمی باشه و کسایی هم هستن که به می شکل سختی که از به سخت نوشیدن میکنم که تا خشخش میکنم. کمی که سخت‌تر باشه واقعا مزه بسیار خوبی میداشته باشه. اگه خودتان هم تجربه کرده باشین چطور؟ بله اگر کمی که سخت‌تر باشه خوبتر است ولی نرم هم نباشه که ما خوبتر نتونیم استفاده کنیم. باید که به اندازه اصلیش باشه. نه زیاد نرم و نه زیاد سخت. که زردک 3 عدد بود. میخوایم که اندازه‌اش بدل خود ما باشه. بر اندازه‌ای که ما خودمون خواستیم میتونیم استفاده کنیم. حتی میتونیم از بادمجان سبز هم استفاده کنیم. بادمجان سیه که رنگ سبز می‌داشته باشه یا خامی باشه. از او اگر اضافه کنیم همراه با بعضی سبزیجات دیگه بسیار خوبتر آماده میشه. خب سرپوش دیگه میمانیم تا آهسته آهسته آماده شوه. و وقتی نرم شد در یک کاسه جدا میندازیمش و بعد از او گلپی رو به می شکل هم نرم میسازیم. بعد از او بادرنگ هم. خب امروز شاید که زیادتر کسا بگین که بادرنگ یعنی چطور ما میتونیم که در اضافه کنیم. اما باشه جان گپتان رو نگیرم. بعضی وقتا خودتان دیدین از بادرنگ شور هم استفاده میکنین. او هم خودش یک ترشیست که واقعا مزه خوب داره. اما از بادرنگ تازه جور شده اگه خودتان. او هم از بادرنگ تازه آماده شده که نیمه جوان می باشه. یعنی بادرنگ های بسیار تازه تازه کنده میشه و استفاده میشه. زیادتر کسایی هستن که بادرنگ استفاده میکنن و رو میمانن البته از بوتیش که میکنن میمانن که خوب برسه. یعنی کاملا پیر شد کلان شد به خاطر وزنش به خاطر کلان شدن زیادش تا بتونن خوب تجارت کنن. ولی بعضی کسایی هستن به خاطر کوالیتیش یعنی به خاطر مزه خوبششون نازک بودن زیاد او را در وقت جوانش کنده میشه که در بازار زیاد قیمت هم داشته باشه و زیاد مصرف هم میشه. طبعا اما قسمی خود گفتی او کلانایش هم هست که باز قدر مردم زیادتر نمیخره. اما خورترکاش که هست گفتی خودتان جوان که میباشن و از مو بوتش میکنن او مزه خوبی میداشته باشه. بله سختتر هم میباشه کمکه. سختتر هم میباشه خوب هم میباشه به میشه خوبتر میتونیم استفاده کنیم. خب نوبت گلپیسته. زیادتر کسایی رو دیدیم کسایی رو ندیدیم زیادتر که داخل بوتلای دیدیم که از این قسمت گلپی هم استفاده میکنن. شما هم میتونید که از این قسمتش استفاده کنید. شما چطور استفاده میکنین؟ امروز از این قسمتاش میخوایم استفاده کنیم چرا که این هم یک مزه خاص خود داره. ولی گلپی رو نمیخوام زیاد کلان کلان باشه. یک کمی که خرد خرد اگر شه بهتر است چرا که هر کسی میخواد داخل بوتلی رو پر کنه هم بسیار آسان و سادگی داخل بوتل پر کنه و هم وقت استفاده کردنش بسیار خوبتر میتونیم استفاده کنیم. بله خب تمام سبزی ها رو میخواین بجوشان این بعد از او باز فکر کنیم یک جا خاط ساختینش که من نمیفهمم. اما مزه ترش و ترشی در کدام مواد میباشه؟ خب اول وقفه داریم بشیرون بعد از وقفه میشه باز جواب بتین درست هست؟ دوستان عزیز شما که برنامه تماشا دارین اگه میخواین از ترشی خوشمزه آماده بسازین خب مواد لازمه بدن خواد تماشا کردین دوستان عزیز. اما یک وقفه کوتاه میگیریم برمیگردیم با ما باشید. آلرژی به چهارمغز نوع واکنش حساسیت زا به مواد غذایی است که در آن از این ماده استفاده می شود. به دلیل حساس شدن سیستم ایمنی بدن توسط مواد حساسیت زایی موجود در چهارمغز است که علائم جسمی مثل دلدرد، استفراغ، تورم لبها و گلو که موجب دشواری تنفس می شود می گردد. با شما هستیم دوستا خوش آمدین به برنامه بشیرجان. امروز غذای که آماده میسازد ترشی است. خب میخواستم بپرسم که ترشی یک مزه ترش میداشته باشه قسمی که از نامش پیداست. امی ترشی کدام مواد است که ترش میسازه؟ خب بشیرجان وقتی ترشی مندازیم مستر ساس یک مزه خاص داره. ترش هم است کمکی زیاد کمکی تلخ هم است که یه اوریست هست اوری را پوستش رو دور میکنن ماستر ساز جور میکنن که مزید ترش داره. بله. و امی ترشی اوری را غذای که آماده میسازیم یعنی چتنی که آماده میسازیم داخل چتنی هم اضافه میشه ترشیش اوری میکشه. خب. و کمک سرکه هم اضافه میکنیم. یعنی که اگر میخوایم ترشی بندازیم باید اوری حتما باشه. بدون اوری امکان نداره متونست؟ نخیلی اگر کاری بینه باشه ترشیش خوبتر آماده نمیشه. زیادتر کسایی هستن که از سرکه آماده میسازن. سرکه سفیده که از فکر میکنم از فایدهش که ضرر از او زیادتر است. او هم خصوصا کسایی که تکلیف معده دارن بر زو زیاد ضرر داره. ولی اوری ضررش کمتر از سرکه است. واسه اگر سرکه هم استفاده میکنیم سرکه سیب اگر باشه بهتر از بخاطر سرکه سیب برای لبزی که نقص نداره فایده هم داره. بله. زیادش نه کمش.
ترشی وقتی که مندازیم باید بر چند روز بانیم تا که برسه. میگن که یک هفته باید باشه مترس. خب کسایی که امرا با آوری آماده میسازن و زیادتر کسایی هستن که آوریش وقتی که همه چیز نرم ساختن بعد از او آوری بالای سبزیجات و میوه‌جاتی که سبزیجاتی که هست داخلش اضافه میکنن و آبی که میداشته باشه برای چند سر پوش دیگه یا سطل میمانن تا آهسته آهسته برسه یک وقت زیاد در بر میگیره. ولی به شکل اگر ما کم نمک اضافه کنیم بعد از سبزیجات جوش بدیم تا نرم شه و آوری را هم اضافه کنیم که دوستان دیده میتونن که آوری را هم داخل آب اضافه کنیم. به شکل هم کمک دهیم میشه که آوری پف کنه، نرم شوه و به زودترین وقت هم میرسه که مزی خود میداشته باشه. بله خب چتنی هم در اخیر برنامه به شکل خود آماده کردن بعد از اینکه ترشی را آماده میسازن. اما همین زردک به شکل وقتی که داخل ترشی میباشه واقعا مزی خوب میداشته باشه. واقعا که بسیار مزی خوب تر میداشته باشه، بسیار مزه‌دار همیشه و مزی سردک واقعا که در هر غذای ما استفاده کنیم غذا رو خوشمزه میسازه. اما باز در ترشی بیشتر؟ در ترشی بیشتر است. بله چند فیصد زردک نرم ساختین؟ با اندازه 60 فیصد نرم میسازیم. 60 فیصد اینه که حتی باید 50 فیصد نرم شود به خاطر که 10 فیصد دیگه داخل خود آب نرم میشه. آهسته آهسته به شکل وقتی نرم شود ما میتونیم خوبتر استفاده کنیم. و امروز ما میخوایم دیزاین دیگه، یعنی ما میخوایم که داخل از این دیش همه مواد اضافه کنیم و بانیمش که برای اقلا باید برای 24 ساعت باشه تا برسه. یعنی که فردا در برنامه دوستان خاطرین یا که روز شنبه؟ اگر روز شنبه ببینم بهتر است به خاطر در روز شنبه خوبتر میتونیم استفاده کنیم. چرا که من یک نیمش استفاده کنم ببینم که به چه اندازه رسیده. ای نه دیگه باشیران یک قاشق هم نگفتی نیمشه گفتی. خب خیر باشه و باز روز شنبه یک غذای آماده بسازیم که در کنارش ترشی مزه دار باشه. خب ترشی را اگر راست شو پرسون کنی بیشتر جان خزا ندارم رای خود. چرا که این یک چیزی است که همراه با همه چیز میشه بجز نان چای همراه با هر غذا خوب تر بجز از شیرینی ها که وقتی با ترشی و شیرینی یک جای اضافه بکنیم باعث دل جوش میشه که بعضی دوستای ما هستن اصلا یالت خوش ندارن بازار شام و این ترشی اشتها ور هم است. کسایی که اشتها ندارن اگر از خوش بیش ببینن یک دو خوش بگیرن اشتهاشون خوب میشه. میخواستم پرسان کنم که میتونیم مولی سرخه کم اضافه بکنیم یا که دیگه سبزی های مثل گشنیز و نعنا باشه در بینش؟ خب از گشنیز و نعنا هم میتونیم استفاده کنیم. نظر به شب قلقی ماست که ما کدام بشه میخواییم که در کدام سبزی و کدام چتنی و ترشی اضافه کنیم. این نظر به شب خلاقی باز اگر خواستیم ما میتونیم اضافه کنیم. ولی امروز ما میخوایم به شکل طبقه به طبقه منزل به منزل آماده بسازیمش. وقتی کاملا رسید ما میتونیم که از یک قسمتش استفاده کنیم و منزل به منزل حسر کنیمش میکس میشه. اگر ما از یک قسمتش بگیریم به شکل از همه سبزیجات میتونیم خوبتر استفاده کنیم و اگر خواستیم ما میتونیم مکمل گده بدش کنیم بعد از استفاده کنیم. طبعا خب سیرام میتونیم اضافه بکنیم به خاطر اینکه بعضی وقتا دیدیم در این ترشی سیرام میباشن. خب سیر هم میتونیم که آل اضافه کنیم و سیر هم میتونیم که دو عدد شد در یک دیگه کلان خوب میده میده کنیم داخلش اضافه کنیم. اما سیر درست میباشه اگر متوجه شده باشیم؟ فرق نداره هم درستش هم میتونیم اضافه کنیم ولی اگر درست اضافه کنیم همین لحظه باید که همراه با آب جوش کمی که جوش بخوره. چرا سیر وقتی که ما داخل آب بانیم و کمی که جوش نخوره رنگ خود یه قسم سبز میکنه، رنگ سبز به خود میگیره. به خاطر به چند دقیقه داخل آب جوش اگر باشه کمی که نرم میسازه خود بعد از استفاده میکنیم. و امروز سیر فراموش شده اگر درخشال بود من یک دانش هم مندازم یک دانش یک غوزیش هم مندازم به خاطر اینکه باز خوشمزگیش دو چند شده. خب گلپی را هم میده میده ساختیم داخل دیگ انداختیم به می شکل همه سبزیجات باید که آهسته آهسته جوش بخوره تا خوبتر بتونیم آماده بسازیمش. نوبت بادرنگ است که در این قسمت زیادتر مردم متوجه می باشه. خب بادرنگ ما چرا میتونیم استفاده کنیم که به شکل بسیار آسان و خوبش ما میتونیم استفاده کنیم. خب قسمت بالا و پایینش رو میگیریم و به شکل از وسط نصف میکنیم و هر کدامش که نصف شده ایره باز دوباره به دو سه تقسیم میکنیم به شکل و این قسمت تخمکاش که هست به شکل برمیداریم خب تخمش نباید باشه مترس؟ نباید باشه و از بادرنگ های تخمی هم باید نگیریم چرا که بادرنگ های نرخه اگر باشه خوبتر میتونیم استفاده کنیم که خوشبختان امروز بادرنگی هم آوردن بر ما که بسیار خوبش است و این هم به شکل برش میکنیم. آه با قسمتی که کلش دیگه بیگنداز شود که یکش بزرگ و یکش خرد نباشه. دوستای عزیز بشیران میخوان کم کم سبزی که داخل ترشی اضافه میکنن میخوان که جوشش بتن. شما که میخواین از این ترشی خوشمزه در کنار غذایتون آماده بسازین مواد لازمی داشت بگیرین همچنان بخش نکات برنامه تماشا کنین.
مواد لازمه ترشی: گلپی 1 عدد، بادرنگ 2 عدد، اوری 1 قوطی، مرچ تازه 1 کیلو، بادنجان رومی سبز 1 کیلو، گشنیز 1/2 کیلو. آلرژی به چهارمغز نوع واکنش حساسیت زا به مواد غذایی است که در آن از این ماده استفاده می شود. به دلیل حساس شدن سیستم ایمنی بدن توسط مواد حساسیت زایی موجود در چهارمغز است که علائم جسمی مثل دلدرد، استفراغ، تورم لبها و گلو که موجب دشواری تنفس می شود می گردد. دوستان، از مواد لازم پخش شد. می‌برسم که شما هم یادداشت گرفته باشین تا که بتونین از این ترشی خوشمزه آماده بسازین. خب بعضی خانم‌ها هستن که بسیار خوب بلد هستن که چه رقم ترشی جور بکنن، چرا که یک میتونیم بگویم یک چتنی است که البته از بسیار وقت پیش ای رواج بوده در افغانستان که همیشه بعضی خانم‌ها زیادتر خوب یاد داشته باشن، اما بعضی دوستان ما هستن که شاید یاد نداشته باشن، چرا که خواهش کردن بشیرون در برنامه آماده بسازن. اما از شما بشیرین یک سوال داشتم، میشه که از یک سبزی ما ترشی بندازیم؟ مثلا تنها زردک فرق نمیکنه، میتونیم شوق علاقه فرق میکنه، هر کس میتونه به شوق علاقه خود نظر به مو سبزی که خوش داره استفاده کنن، ولی اگر به شکل مکس باشه گدابت باشه بهتر است، به خاطر که اگر خب اگر من صرف خودم زردک علاقه دارم که از زردک آمده بسازم، کسی هست دیگه که خوش نداره، اگر مخلوط باشه همگی میتونه استفاده میکنه، کسی که گلپی بعدش میاد میتونه که همراه با زردک و بادرنگ و از سبزیجات دیگه استفاده کنن. طبعاً خب بیشتر من شما سوال کردم که مول سرخک چطور میتونیم اضافه بکنیم؟ بله، از مول سرخک هم میتونیم که استفاده کنیم، ولی مول سرخک به اندازه 10% نرم میسازیم، نباید که به اندازه 50% یا 60% نرم شه، صرف به اندازه 10% نرم میسازیمش و بعد از او اضافهش میکنیم. بله خب دوستای ما کمی لحظه با ما پیوستن. دوستای از بشیران امروز میخواد ترشی آماده بسازن. قسمی که دیدین سبزی ها رو میخواین جدا جدا داخل آب جوش کم کم نرم بسازن. در ضمن از تنها آب جوش نیست بلکه داخل آب جوش اوری هم است. به غیر از اوری کدام چیز دیگه خود اضافه نکردین؟ نمک در ابتدا کمی اضافه کردیم به خاطر کمکی سبزیجاتی که داخل آب مندازیم نرم میکنیم، باید کمکی نمکی باشه. خب به شکل دو منزل شد و منزل سیما بادرنگ. ولی این قسمت فراموش شما شد، اول سیر اضافه میکنم. سیر هم داخل دیگه انداختیم و جای این بادرنگ دیگه فراموش شده بود که باید دیگه هم میده کنیم. این ترشی بادرنگ که در بازار میباشه او هم همین قسم جور میشه، تنها از بادرنگ یا کدام چیز دیگه اضافه میکنه؟ او صرف از بادرنگ و سرکه آماده میشن که به میشکل کمی که حرارت داده و بعد از او امرا با سرکه مخلوط میکنن، داخل قوطی ها مندازن که داخل قوطی امرا با مواد از اون بعضی مواد دیگه هم است به خاطر نگه داشته، ما از اون استفاده نمیکنیم، چرا که ما اگر وقتی یک بوتل یا دو بوتل که آماده میسازیم در ظرف یک ماه مصرف میشه و به خاطر مواد اضافه میکنن که برای یک سال الا دو سال کار کنه. طبعا خب گفته خودتون ترشی که در خانه باشد میخواین که دوستا در کنار هر غذا استفاده کنن. بله خب بادرنگ هم اضافه میکنیم، ولی بادرنگ متوجه باشه که زیاد جوش نده، به خاطر بادرنگ خودش نرم است زودتر نرم میشه و اگر زیاد جوش بدیم رنگ خودم تغییر میده و مزهش هم خراب میشه. صرف به اندازه 5%، یعنی برای 1.5 دقیقه داخل آب میمونیمش تا کمی خدا نرم بسازه، بسیار کم، و اگر وقت رواش میبود روش هم روش منداختیم بسیار مزه دار میشه. او هم خودش طعم ترش داره، هم طعم ترش داره با او، هم برای کسایی که میخوان وزنشون کم شود هر روز در غذای خود همراه با این ترشی استفاده کنن وزنشون زودتر کم میشه. یعنی اگه میبود خودت هم زیادتر استفاده میکردی به خیالم؟ نه ولی من استفاده نمیکردم به خاطر که لباسی که مجبور کردیم باز مجبور کردم جمع از دگاه یک سایز دیگه شه جور میکردم. من دیگه حالا دلم جمع است چون نگا پس هم که کلان باشه خرد میشه لباس، ما براتون میگم چه رقم خرد میشه، اما اگه باز خرد باشه کلان نمیشه، مجبور هستی پیوندیش کنی. اگر کلان باشه بیشتر جام خرد خود دیگه رقم نمیشه، صرف از این قسمت یک پینگ بزنیمش. ما یک از بغلاش میشه که باز قاط کنن پیش خرد ببرین. خب قاطم کنی بازم چی کنیم؟ بازم در کار خانمو نمیرسین؟
خیاط پایستان خودم میگیره به خاطر به می اندازه سایستان. کسی که ماشین داشته باشه در خانه خودش جور میکنه. من که یک روز مصرف کنم سر زیست جورش کنم. یک روز نه ده دقیقه میگیره. دوستا عزیز قسمی که در ابتدای برنامه برتان گفتم معلومات آماده کردیم برتان راجع به فواید چهار مغز. میوه خشک است که زیاد طرفدار داره و زیاد خوشمزه است. با هم میبینیم که دارای کدام فواید است. خواص چهار مغز. چهار مغز را به نام غذای مغز نیز می شناسند و این فقط به خاطر شباهت آن به مغز نیست، بلکه به خاطر وجود امگاسه فراوان آن می باشد. برای درست عمل کردن مغز به امگاسه نیاز داریم. مصرف چهار عدد مغز چهار مغز در روز موجب افزایش اسید چرب ضروری امگاسه می گردد. 15% از چربی های چهار مغز از نوع چربی های غیر اشباع و مفید برای سلامت قلب می باشد. این نوع چربی پایین آورنده کلسترول بد یعنی LDL و افزایش دهنده کلسترول خوب یعنی HDL است. 3 دانه چهار مغز در حدود 8-90% نیاز روزانه بدن به این چربی ضروری را تامین می کند. فواید چهار مغز: افزایش قابلیت ارتجاعی رگهای بدن، محافظت در برابر بیماری قلبی. متخصصان تغذیه پیشنهاد کردند که برای سلامت قلب روزانه 30 گرم چهار مغز بخورید. افزایش قدرت ذهن و هوش، مفید برای تنگی نفس، جلوگیری از ورم مفاصل، مفید در بیماری های پوستی نظیر با وجود آمدن لکه های سرخ رنگ در پوست، ضد سرطان، دارای انتی اکسیدان در بین میوه های خشک. انتی اکسیدان چهار مغز از همه بیشتر است. محافظت از سیستم ایمنی، جلوگیری از لخته شدن خون، تنظیم سوخت و ساز در بدن، تنظیم فشار خون، تنظیم قند خون، جلوگیری از آلزایمر، جلوگیری از سنگ کیسه صفرا، حفاظت از استخوان‌ها. روغن چهار مغز درمان کننده دردهای مفاصل است و جذب مواد غذایی را آسان می کند. کودکانی که مقدار امگاسه در برنامه غذاییشان کم است، اختلالات مانند پیش فعالی یا مشکلات رفتاری، کچ خلقی و مشکلات خواب در آنها زیاد است. زنانی که در هفته 28 گرم میوه خشک مصرف می کنند، 25% احتمال پیشرفت سنگ کیسه صفرا را کم می سازند. اگر می خواهید خواب آرام داشته باشید، برای شام سالاد سبزیجات به همراه چهار مغز مصرف کنید. گرچه فواید زیاده در میوه های خشک نهفته است، بعضی ها به گمان این که میوه خشک موجب افزایش وزن می گردد، از خوردن چهار مغز و دیگر میوه های خشک امتناع می ورزند. ولی ثابت شده است افرادی که حداقل دو بار در هفته میوه خشک مصرف می کنند، احتمال افزایش وزن در آنها به مراتب کمتر از آنهایی است که اصلا میوه های خشک مصرف نمی کنند. پس به گمان این که اگر چهار مغز یا خستباب بخورید چاق می شوید، این میوه خشک بسیار خوشمزه و مفید را از خود دور نکنید. دوست عزیز با شما هستیم. بشی جان همیجا سرک موضوع بس میکد همراه با دوستش، فکر کنم کمی آزارش میداد. سردگاه که میرسه خوب گپ خوبه میزنیم، بازیگان تو کمروی چوخی بکنن دیگه، آنه بشی جان خوب اصابت خراب میشه. نه یه بیشتر جانم، ما خوب گفتم دیگه دفعه امرای من خدا بند نکنه، امرای من خدا دیگه صدای خدا نکشه، به خدا که باز دیگه خودش میفهمه که من پیش از دوقفه من چی گفتم برش. خو خیر باشه، گفته خاطر بین دوستای گپا هست، فراموش کنین، نادیده بگیرین. خیلی من به خاطر خودت این بار چیزی نمیگم، ولی بار دیگه فکر خدا بگیره. یعنی دیگه از خاطر ما باید به من سپاسگزار باشه که از خاطر ما چیزی نمیگیش. از خاطر خودت ها. خب آبی که سبزی رو جوشاندین میخواین که داخل این سبزی که جوشاندین پس اضافه بکنین. اوری مویی که داخل آب بود بس است یا دوگام اوری اضافه کردین؟ یک کمک اوری اضافه کردین، بسیار کم زیاد نه.
و ایام آبی که اضافه مانده بود، یعنی داخل آبی که همه مواد جوش دادیم. بله، خب دوستان شما امروز راجع به چهارمغز دیدین که چقدر فواید زیاد داره، به خصوص بر رشد و نمای کودکان بسیار مفید است. یک روغن بسیار مفید داره که به نام امگا 3 است که در دیگر سبزی‌ها یا بعضی غذاهای دیگه شاید به ندرت پیدا شود. اما کوشش بکنیم که از چهارمغز استفاده کنیم، به مقدار زیاد نه. بعضی دوستان میگن که باعث گلودردی میشه یا که بعضیا گرم مزاج هستن، خوش ندارن که از چهارمغز استفاده کنن. اما اگر روزی اگر استفاده بکنیم در غذای ما باشه، که در سالاد باشه، واقعا که برای صحت بسیار مفید است. کوشش بکنین که از میوه خشک استفاده کنین، چرا که اگر ما سیستم ایمنی بدن ما یعنی مقاومتش بیشتر باشه، کمتر به مریضی دچار میشیم. خب آبی که جوشانده بودیم داخل سبزیجات اضافه کردیم و این هم سرکه، یکم یک سرکه به خاطر مزیش اضافه میکنیم به اندازه 1 کیلو. خب اندازش صحیح شد، یکم یک آب دیگه هم اضافه میکنیم به خاطر اگر دانش کده آب زیادتر باشه بهتر است. خب ترشی کارش دیگه تمام شد، بس دیگه حالا میخواییم چتنی جور بکنیم. یکم که آوریدگام اضافه میکنیم. به شکل خب آوری کاملا آماده شد. به می شکل سرپوش رو بسته میکنیم. بله، سرپوش هم اینجا شما بگیرین بانین. بله، این حرارت آبی که داخلش هست کاملا سبزیجات میرسانه و آوری که داخلش هست هم نرم میشه، کمک دهی میشه که آوری زود پف کنه و اون مواد که داخل آوری است تقسیمات کنه با سبزیجات و مزید خوب داشته باشه. خب کل گپ که در ترشی است در آوری و سرکه میباشه که این دو مواد زودتر کمک میکنه که این سبزی برسه. بله، این هر دوش کمک دهی میکنه که سبزی ما بتونیم خوبتر آماده بسازیم و چدنی یا بعضی چندین دیگه که آماده می‌سازیم خوشمزه بسازیم. خب نوبت چتنی مرچه هست. خب ما هم امروز خواستیم که چتنی که آماده می‌سازیم زیادتر آماده شد و خاطر اقلا برای یک 2-3 هفته خود دوام کنه. برای ما 2-3 هفته دیگه بشیرون باز نشه که وقتی غذا را آماده می‌سازین بگوین ترشی و چتنی وقت خلاص شده، در کنارش باید برای چند روز ترشی و چتنی باشد. درست است؟ درست است، به شرط کم کم بخورن، یک قاشق زیاد نخورن. ام یک قاشق هم زیاد است؟ کم کم، بسیار کم باشه. کم است؟ زیاد است. خب نوبت بادنجان میز اول برش میکنیم، تر میمانیمش تا ما بتانیم خوبتر از ماشین بکشیم. یا میتونیم از ماشین گوشت هم بکشیم و میتونیم داخل مکسر هم اضافه کنیم و همیشه میکس کنیم. خب کم کم میخواین که چتنی رو آماده بسازیم. بعضی دوستان مثلا که از مرچ سرخ و البته بادنجان رومی سرخ استفاده میکنن و بشیران از بادنجان رومی سرخ همراه با مرچ سبز استفاده میکنن، شاید رنگ خوبتری داشته باشه. بله، من خواستم که از بادنجان رومی سبز استفاده کنم ولی متاسفانه پیدا نشد. خیر، امیر رنگش سبز بساز. آها، من رنگش سبز بسازم. دوستان عزیز، بشیرانم کم کم چتنی رو آماده میسازن، ترشی هم آماده شده. شمایی که میخواین از این ترشی خوشمزه آماده بسازین، مواد لازم یادداشت بگیرین. مواد لازم ترشی: گلپی 1 عدد، بادرنگ 2 عدد، آوری 1 قوطی، مرچ تازه 1 کیلو، بادنجان رومی سبز 1 کیلو، گشنیز 0.5 کیلو. شما من دوستا بدم برنامه باشه نکن. بشیر جان گفتم خلاص نشده بود ماشین تان روشن کرده. ترشی آماده شد، میخواید چتنی را آماده بسازم؟ بله، امروز چتنی که آماده میسازم همراه با این ماشین سر صدای واقعا مزه‌دار آماده میشه. چرا که ماشین یک ماشین است. اینا دیگه خوب ما آرام می باشم باز شما دیگه کارتون را بکنین. خیر، ما آرام می باشم به خاطر اینکه ماشین دیگه شنده نمیشه باز. خب نوبت ماشین است دیگه. گل شد.
ماشین هم از این آدم های تنبل باره از کارش کده سر صدایش زیاد است. آدم های تنبل نه، آدم های گپگویی که هستن زیاد. خانم تنبل میشن، تنبل هم میشن. شکر که خلاصت باشیم بشیم گشنیز مانده بشته جان گشنیز مانده نوزه؟ گشنیز مانده که با تیره هم از ماشین بکشیم و گشنیز خوشمزگیش خوشبویش زیاد میسازه باید که گشنیز باشه ولی گشنیز باید خب ببینیم اگر پاره موافق باشن اگر وقت پوره شده باشه که با هم یک بار دیگه مواد لازم یادداشت بگیریم در ضمن از این بخش نکات برنامه تماشا میکنیم دوستان عزیز تا که بشیرون ماشین آرام بسازه کارش تمام میشه برمیگردیم مواد لازمه ترشی گلپی یک عدد بادرنگ دو عدد اوری یک قوطی مرچ تازه یک کیلو بادنجان رومی سبز یک کیلو گشنیز نیم کیلو آلرژی به چهارمغز نوع واکنش حساسیت زا به مواد غذایی است که در آن از این ماده استفاده می شود. به دلیل حساس شدن سیستم ایمنی بدن توسط مواد حساسیت زایی موجود در چهارمغز است که علائم جسمی مثل دلدرد، استفراغ، تورم لبها و گلو که موجب دشواری تنفس می شود می گردد. با شما هستیم دوستا، خوش آمدین به برنامه. خب فکر کنم کار بشیرانم تمام شد. امروز یک ترشی آماده ساختن که همراه با چتنی بود. دوستای عزیز کارشون تمام شد، فکر کنم که چتنی هم آماده شد. دوستای عزیز غذای البته دو چتنی بسیار خوشمزه آماده ساختن، یکیش هم ترشی و دیگه هم چتنی. امیدوارم که شما هم یاد گرفته باشین و دیگه فکر کنم بشیرانم کارشون تمام شد. چطور؟ بله، کمی که نمک کم اضافه کردیم، چتنی هم آماده و تیاری هست که نوش جان کنیم. ولی اگر بر 15 دقیقه باشه 15 دقیقه بعد خوبتر میتونیم از استفاده کنیم میرسه. بسیار خوب. دوستان عزیز برنامه امروز ما رو به اختتام است. وقت خوش، خدا نگهدار. تا برنامه بعد غذا خوشمزه، خدا حافظتان.